درود بر شما من سام ایرانشر هستم در اینجا میخوام به موضوعی بپردازم که به واقع مسئله بسیار تکان دهنده و شرماور هست که رژیم داره مرتکب میشه و اون مربوط به خوشکندن یکی از مهمترین آثار نه تنها جغرافیایی و اقلیمی یعنی دریاچه ارومیه بلکه حرکت در جهت نه تنها ایران فروشی بلکه پاک کردن جای پا و رد پای ایران هست در تمدن انسانی و واقعا این کار خیلی ابعاد بزرگتر از اون چی که شما فکرشون میکردید داره هفته هام شهری ما خبری منتشر میشه که میگه انتشار گزارشی درباره فواید اقتصادی خشک شدن دریاچه ارومیه این گزارش که ما داریم بهش میپردازیم ایران اینترنشنال منتشر کرده اما این در مورد گزارشیه در خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی منتشر شده. خبر میگه خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از وجود منابع زیاد لیتیوم در دریاچه ارومیه خبر داد و اعلام کرد ممکن است یکی از دلایل عدم نجات این دریاچه از خشک شدن سود مالی حاصل از استخراج این فلز کمیاب باشد. ایرنا روز پنجشنبه هفدهم شهریور به استناد گزارش‌های رسانه‌ای نوشت وجود منابع عظیم لیتیوم در کف این دریاچه شاید یکی از دلایل توجه ناکافی به روند خشک شدن این منابع مهم طبیعی و تعلل در احیای آن باشن. به وضوح خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی داره ادعا میکنه و داره اعتراف میکنه که به عمد گذاشتن دریاچه ارومیه خشک بشه. چرا؟ به خاطر اینکه در کف دریاچه لیتیوم وجود داره. اما چیه این داستان لیتیوم مگه چیه که این را دارن میکنن و اینکه لیتیوم مگه برای رژیم اسلامی یا برای ایران اهمیتی داره لیتیوم برای ایران اهمیتی نداره نه تنها نداره بلکه برخلاف منافع ملی ایران الان اما چرا داره این کار انجام میشه ببینید همونطور که میدونید گلوبالیست ها و چپ ها چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگه جنبشی را آغاز کردند که ما انسان ها باید تحت هر شرایطی که شده همه چی رو الکترونیکی بکنیم گذشته از اینکه این سیاست به شدت به ضرر منابع ملی ایرانه چون ایرانی که از بزرگترین مخازن منابع طبیعی سوختهای فسیلیه و ما ثروتمون اینه در واقع الان ثروت مادیمون و گلوبالیست ها به شدت علیه این دارن کار میکنن این بعضی کشورها رو به ورشکستگی کشونده الان مثلا دیدید در سریلانکا خیلی هم متوجه نبودن چه اتفاق افتاد دولت قبلی سریلانکا یکی از اون دولت هایی بود که با این سیاست ها اومد استفاده از کودها ها رو محدود کردن و به شدت به کشاورزی ضربه زدن به خاطر چی به خاطر یه سری گلوبالیست رو راضی بکنن کاری که شد این بود که ملت قیام کردن از بدبختی و گرسنگی و قحطی ریختن دولت رو سرنگون کردن در سریلانکا همین سیاست رو الان در هلند در پیش گرفتن هلند داره ورشکست میشه کشاورزا از صبح تا شب کارشون شده اعتراض و اعتصاب و به شدت این سیاست ها ضربه میزنه به چرخه تولید غذا در جهان در حالی که جمعیت کره زمین همین دو بزرگتر میشه غذا کمتر میشه و همش بر یه سری ادعاست همون به اصطلاح دانشمندایی که ادعا میکنن کره زمین قرار آب برداره و گرمایش زمین همه چیز رو نابود خواهد کرد 20 سال پیش گفته بودن که کره زمین 10 سال پیش نابود خواهد شد 10 سال پیش میگفتن 10 سال دیگه نابود خواهد شد همینجور ادعاهایی که هیچ کدوم اثبات شده نیست برپایی این دارن سیاست گذاری میکنن و دنیا رو دارن نابود میکنن به جز این به بدترین حکومت ها و دولت ها کمک میکنن و از همه مهمتر به بردگی و به زنجیر کشیدن ملت ها بیشتر و بیشتر کمک میکنن تمام این سیاست ها مخربه از اول تا آخرش حالا لیتیوم چیه تو این داستان گلوبالیست ها ببینید تمام تکیه گلوبالیست الان به خصوص در آمریکا و کشورهای دیگه اینه که ما باید الکتریکی بشیم تمام خودروها باید الکتریکی بشه همه چیز باید الکتریکی بشه هواپیماهای جت دیگه نباید پرواز بکنن و قلب تپنده این تکنولوژی الکتریکی که هنوز وجود نداره و الان فقط یک سری قشر میلیاردرن که میتونن از این تکنولوژی ها استفاده بکنن باتریه بدون باتری این تکنولوژی الکتریکی اصلا امکان پذیر نیست تکنولوژی باتری که الان وجود داره که الان میشه روش کار کرد و فعلا قابل دسترسه و میشه ساخت و کلا استفاده کرد ازش تکنولوژی لیتیوم آیانه لیتیوم آیان یعنی چی یعنی با لیتیوم ساخته میشه این باتری در واقع لیتیوم الان فلزیه که قلب تپنده گلوبالیسا در دنیاست و به شدت با ادامه این سیاست و مثلا بایدن این که داره میکنه شتاب میبخشه به نیاز هرچه بیشتر لیتیوم در جهان یعنی لیتیوم مورد نیازه بیش از هر زمان دیگه اهمیت لیتیوم اینجاست اما برای چی باید رژیم اسلامی دریاچر خشک بکنه که بعد به لیتیوم صحبت بکنه در جای فوایدش صحبت بکنه گذشته از اینکه هر چقدر این گلوبالیستا برن به سمت الکتریکی نه تنها به دنیا فشار وارد میشه بلکه ما اصلا معدن سوخت فسیلی هستیم ما اصولا ایرانیان نباید سراغ این سیاست ها بریم به ضررمونه اما چرا بعد رژیم اسلامی که همه چیزش بر پایه‌ی نفت و گازه بر سراغ این حرفا اصلا معنی میده مگه به عمد بیان دریاچه ارومیه رو بیان خشک بکنن که بعد بیان صحبت از لیتیوم بکنن در حالی که خودشون بزرگترین فروشنده نفت و گاز باید باشن چرا باید یک کشور این کار بکنه چرا باید یه رژیم این کار بکنه برمیگرده به قرارداد 25 ساله ایران و چین ببینید با وجود اینکه چپ ها در آمریکا و دنیا مدام صحبت از رویارویی و جنگ با چین میکنن اما تمام سیاست هاشون پرکننده جیب چینه مثلا همین تکنولوژی و جریان که انقدر روش تکیه میکنند بر پایه باتری که چین تولید میکنه و الان بیش از هر زمان دیگه ای نیازمند به لیتیومه لیتیوم هم بسیار محدوده در کره زمین یعنی اینجوری نیستش که همه جا پیدا بشه برای همین چین الان در اقصا نقاط جهان به دنبال پیدا کردن معادن لیتیومه لیتیوم یه مشکلی که داره اینه که در دریاچه های قدیمی نمک قابل یافته و اونجا دریاچه های نمک اصولا معدن لیتیوم هن. توجه شما رو جلب می کنم به یک تحقیق که در هفته هام جوان 2022 یعنی دو ماه پیش در نشریه فرانتیرز منتشر شده. این یک نقشه علمی و تحقیقیه که درباره مسائل علمی و استراتژیک درش مطلب منتشر میشه. در این تحقیق که پنج محقق از چین در اون شرکت کردند، در اینجا با عنوان بهرهوری افزایش مخازن جهانی لیتیوم برای چین در این مطلب به مسالی پرداختن در بخش این محققین به نکته اشاره کردند. گذشته از اینکه به تمام اینکه در جهان چطوری به لیتیوم دسترسی پیدا بکنن اشاره کردند که معادن و مخازن لیتیوم در دریاچه های نمک قابل دستیابیه. اما دریاچه های نمک از اونجایی که خب دریاچن آبه و اصولا بسیار یک منطقه غیر قابل دسترسیه و یعنی بهره به عنوان معدن از یه دریاچه بهره از این دریاچه ها بسیار مشکله و این کار مشکلیه و نمیشه از یک دریاچه لیتیوم برداشت کرد همونطور که میبینید در ایران اما رژیمی وجود داره که میاد قرارداد 25 ساله میبنده و خیلی ریلکس و راحت وزیر معادن و مخازنش میاد صحبت میکنه چی میگه؟ اجدام فروردین 1400 تأثیر تفاهم 25 ساله با چین بر معدنکاری ایران دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت جوانان ایران گفت اگر تفاهم نامه 25 ساله ای ایران و چین شامل حضور چینی ها در معادن و صنایع معدنی ایران نیز باشد می توان امیدوار بود با استفاده از نیروی کار ایرانی و سرمایه و تکنولوژی چینی معادن ایران رونق گیرد در این مقاله به وضوح پرداخته که ما با تمام وجود راه رو باز خواهیم کرد برای اینکه چینی ها بیان از معادن ایران برداشت بکنن وقتی شما میبینید که به عمد و به اعتراف خودشون یک دریاچه مهم، تاریخی، استراتژیک و ایرانی رو خشک میکنن فقط برای اینکه چینی ها پاشون باز بشه تا اینکه بتونن همچنان در مقام اول تولید باتری در جهان قرار بگیرن حالا با وجود همه این مسائل آیا شواهد کافی نیست که به عمد رژیم اسلامی دریاچه ارومیه رو خشک کرده تا اینکه معدن لیتیوم خشک نه دریاچه همونطور که محققین در فرانتیر گفته بودن دریاچه رو نمیشه به این سادگی ازش لیتیوم برداشت کرد اما وقتی دریاچه خشک باشه دیگه خاکه مثل معدنه شوخ میزنن و همه لیتیومی که نیاز دارن برمیدارن میبرن چین و اون وقت طبق سیاست جو بایدن باراک اوباما و تمام این آشغال های چپ در دنیا همچنان بزرگترین تولید کننده بازچی لیتیوم آیان در جهان باقی میمونن همونطور که میبینید اینا دارن پایگاه درست میکنن برای اینکه چین بتونه اینجا مثل روسیه میخش رو به زمین بکوبه پای روسیه رو به ایران باز کردن سهم ما رو از دریای مازندران دادن به روسیه از آب و خاک ایران کم کردن الان هم دارن جاپا ایجاد میکنن برای چینی ها منابع طبیعی ما رو نابود بکنن برای اینکه چی دیان روی سیاست های کار بکنن که برخلاف منافع ملی ما ایرانیانه آقا کدوم عقل سلیمی یه چی کاری میکنه مگر کسی که بخواد خیانت بکنه مگر کسی که واقعا دشمن باشه دشمن واقعی اینها هستند و این رو از دهان ملت ایران و از دهان کشاورزان اسفانی ما اولین بار شنید همونطور که میبینید شواهد نشون میده رژیم به عمد ایران رو نابود خواهد کرد فقط برای اینکه حتی شده یک روز بیشتر باقی بمونه و ارباب های جدیدش رو راضی نگه داره تا اینکه اگر لازم باشه در شورای امنیت به نفع او رأی بدن این کار رو انجام بدن